سلام دوستان، خیلی خوش اومدیم به این ویدیو. تو این ویدیو میخوام به دوتا از اتکایی که تو این دو سه روز زدم ریاکت برم. این ویدیو آموزشیه، مخصوصا آدمایی که دوست دارن بریج اسپم بازی کنن و همچنین دنبال ترکیب های متای بازی کلش رویالن. پس بدون معطلی بریم سراغ بتل اول کلام میخوایمش ریاکت کنیم. دوست عزیزمون حریفمون ترکیب ایکس بو پلی میده. ترکیب های ایکس بو که هست، حالا یه عالمه آیس بو هست، ایکس بو هست و این ترکیب متاشه، یعنی ایکس بو با تسلا هست. تو این ترکیب ایکس بو حریف سعی میکنه که تاورتون رو دمیج بده و وقتی که تاور اولتون رو گرفت یا حتی اگه نصف جون تاورتون ازتون گرفت، شروع میکنه به دفاعی بازی کردن و با فایربال یا راکت تاورتون میزنه تا بازی رو ببره. ترکیب ایکس بو وین ریتش پایین تره، چون نمیتونی بازی رو 3-0 2-0 اینا بیشتر ببری و بازی بیشتر 1-0 به نفع تموم میشه و به خاطر همین وین ریتش پایینه. و الان هم میخوام بهتون یاد بدم که چطوری با ترکیب پیکاویریج اسپم ایکس بو رو دفند کنید یا ببرین بازی رو. خب روشی دفاع کردن جلوی ایکس بو اینه که کارتاتون رو تانک کیلر بازیتون کنی. یعنی چطوری؟ یعنی کارتایی که جونشون بیشتره مثل پکا بیاریم و از طرفی که ایکس بو انداخته بندازین تا ایکس بو نتونه بگیره به تاورتون و اگرم گرفت آخرا بگیره که دمیج کمداری به تاورتون بده. اینم بگم که اگه ایکس بو به تاورتون بگیره کنده نمیشه، یعنی قشنگ تا تاور رو نکنه دست از سرتون بر نمیداره. با خاطر همین سعی کنین که یک تانکیلر جلوش بندازین. حالا اگه تانکیلرم انداخین حتما باید اون تانکیلر پشتیبانی بشه. الان اگه دقت کنین کارتایی مثل اسکلتون و نایتشو میندازه جلوی پکای من که پکا نتونه ایکس بوشو بزنه، ولی خب من با زب کار اسکلتانشو تموم کردم و اینجا تونستم که ایکس بوشو بزن. نکته مهم بعدی که اینه که وقتی ایکس بوشو زدین سعی کنین از یه طرف دیگه هم حمله کنین. چرا؟ چون اینجوری مجبور میشه که اکسیر خرج کنه و اکسیر کم میاره برای حمله پشت سر هم. ایکس بو در اکسیر دو برابر و اکسیر سه برابر خیلی میتونه پشت سر هم حمله کنه، طوری که گیجتون کنه و نتونین بازی رو به نفع خودتون ببرین. پس حتما با کارتای مثل بتل رم یا مثل بندیت، مثل دارک پرنس، از سمتی که اون ایکس بو ننداخته حمله کنین که اکسیرشو بگیرین، یا حتی اگه تسلا ننداخته بود تسلاشو مجبور میشه تسلا بندازه، تسلا هم نندازه یا فایربال میزنه و اینجوری ازش اکسیر میگیرین. و وقتی هم ازش اکسیر گرفتین نمیتونه سریع حمله کنه و این به نفع شماست که اکسیرتونو جمع کنین تا بتونین برسید به حملش و حملهشو دفاع. اینم یادم نره که هم کارتتون از وسط پلی بدین، اینجوری دست حریفتون رو میبندین از اینکه ایکس بو رو مستحیل پشت سر هم تکرار کنه، چون منتظره یه فرصته که شما کارت ننداخته باشین و شروع کنه به انداختن ایکس. و وقتی شما کارتتون از وسط پلی بدین یارو حریفتون گیج میشه و نمیتونه فرصت مناسب رو پیدا کنه. همجوری که میبینیم من پکا انداختم و تا اومد که بندازه ایکس بوشو از این طرف هم دارک پرنس انداختم و اینجوری تونستم حمله ایکس بوشو خونسا. ترکیب ایکس بو خیلی سبکه و حریف میتونه با سایکل کردن چند تا کارت کم اکسیر پشت سر هم حمله کنه و من اینجا بازی رو کشوندم به ایکسی سه برابر تا دست منم باسه باشه و بتونم بیشتر حمله کنم. تا اینجای بازی منم از روش فریب یعنی استفاده کردم. روش فریب اگه نمیدونین چیه، ویدیو قبلی رو حتما تماشا کنین، تو اون توضیح دادم که بتونیم حریفمون رو گیج کنیم. همیشه از یک طرف حمله میکنیم. الان دیدیم بتل رم انداختم، رمم گرفت به تاورش و کلی دمیج شد. این راهو ادامه میدیم، همین فرمون میریم جلو و یهو کارتا جاشون رو عوض میکنیم. یعنی به جای انداختن بتل رم از سمت چپ، بتل رم از سمت راست میندازم و بندی توی دارک برن سمت چپ میندازم. اینجوری حریف گیج میشه و نمیدونه که بعد چی کار کنه و شما میتونه خیلی راحت دمیج زیادی بهش وارد کنه و بازی رو پس دو نکته رو از یادتون نبرین. یک، تانکیلری کردن کارتای اون کارتایی که جونشون زیاده و دوم این که حتما
سعی کنین اکسیر حریفتون ازش بگیرین که نتونه پشت سر هم بهتون حمله کنه و باعث بشه که شما رو گیج کنه و نتونین دفاع کنین، اکسیر کم بیارین. این بازی رو خیلی راحت من تونستم وین کنم و بریم سراغ بتل دوم. و این بتل بهترین، یکی از بهترین بتل هایی که من تا حالا توی کلش رویال زدم. خب بریم سراغ بتل دوم. بتل دوم که الان شروع شد، من هیچ ایده درباره ترکیب حریفم ندارم. حریف ترکیب دستساز خودشو داره و جزء ترکیبای متا نیست و از کارتای جدید مثل فونیکس استفاده کرده. این بتل من واقعا استرس زیادی کشیدم چون حریفم خیلی خوب بازی کرد و در آخر منم با اختلاف خیلی کمی بازی رو بردم. زیاد توضیح نمیدم درباره ترکیب اون، ولی میخوام چند تا نکته درباره ترکیب پکابی جسممو تو این بتل بهتون بگم. خب بریم سراغ اولین نکته و نکته خیلی خیلی مهم، تاکید میکنم خیلی مهم، تو ترکیب بیلی جسمم اینه که حتما اکسیرتون رو مدیریت کنین و نذارین اکسیرتون به هدر بره. اینجوری میتونین بازی رو خیلی راحت وین کنین. و نکته بعدی که باید توضیح بدم، تا جایی که میتونین تا اکسیر دو برابر نشده، یعنی به زیر یک دقیقه نرسیدید، کارت پکارو پلی ندین، چون اینجوری اگه پلی بدین اکسیر کم میارین و خیلی راحت حریفتون میتونه بهتون ضربه بزنه و تاوراتون رو خیلی دمیج بده. شایدم حتی اگه اینجوری پلی بدین سه هیچ بشین تا به زیر یک دقیقه. پس خیلی مهمه که پکارو تا جایی که میتونین تا زیر یک دقیقه پلی ندین. اگه مجبور شدین پلی بدین، ولی اگه مجبور نیستین پلیش ندین. تا زیر یک دقیقه پکابی جسم ما خیلی حمله نمی کنن و بیشتر باید آنالیز کنی که حریف چطوری حمله می کنن. نکته دوم که بخوام بهتون توضیح بدم و همین الان هم تو ویدیو می تونیم ببینیم اینه که سعی کنین از هر دو طرف حمله کنین. با این کار می تونین اکسیر حریفتون رو مدیریت کنین و باعث بشین که اکسیر بیشتری مصرف کنه. من اینجا بعد یکی این کنون رو زدم، از سمت راست بتل رم انداختم چون میخواستم اکسیر حریفم رو ازش بگیرم و از سمت چپم دارک پرنس انداختم که بتونم بهش ضربه بزنم. اینجوری میتونین اکسیر حریفتون رو بیشتر خرج کنین، یعنی کاری کنین که حریفتون زیاد اکسیر خرج کنه و بازی رو به نفع خودتون عوض کنین. موقعی که میخواین حمله کنین یا به قولی راش بدین، حتما سعی کنین که زپ یا فایربال در دسترستون باشه، مخصوصا زپ. وقتی اگه میخواین با پگا حمله بدین، بیشتر اوقات ترکیب پگا بری جسمم رقیباش یا اون ترکیبایی که ضدشن، ترکیب مثل لاگ پی، ترکیبایی مثل همین ایکس پی قبلی یا ترکیب مثل دو شیشه هوک یا هوک سایکل، حتما یه کارتی دارن که بتونن پکای شما رو به بازی بگیره. مثلا با اسکلتون یا مثلا با اینفرنو تاور میتونم پکا رو گیج کنم و بازی رو از دستتون در بیارم. و اگه شما زب داشته باشین میتونین اسکلتون رو زب بزنین یا سب کنین اینفرنو تاور وقتی به درجه حرارتش رسید که دمیج بیشتری بده، زب بزنین و اینفرنو دوباره از اول شروع کنه. اینجوری میتونین مدیریت کنین بازی رو و خیلی راحت به نفع خودتون بازیتون رو تغییر. با بتل رم هم میتونین کارت حریفتون رو اسکم کنین و دور میدون بازیش بدین. مثلا اگه مگا نایت انداخت و اکسیرتون کم بود، بتل رم رو از جای کردن بندیت انداخته میتونین بندازین که مگانایت بیفته دنبال بتل رم و اینجوری شما اکسیرتون رو دوباره به دست بیارین که بتونین در ادامه حمله مگانایت طرف رو
دفند کنین و تابل توزیع هم نوار فایربال بدم، توزیع هم نوار فایربال بدم، سعی کنین وقتی همیشه فایربال بزنین که حریفتون کارتای زیادی که حریفتون کارتای زیادی توی محوطه انجام میتونین با اکسیر خیلی کمتری بیشتری از حریفت بگیرین و وقتی هم حریفتون داره سر از یه سمت حمله میکنه حمله میکنه سری از سمت راستش کارت بندازین و اینجوری هم گیج میشه و هم اکسیر از حریفتون میگیره. از حریفتون من میتونستم دمیج بدم، دمیج رو اگه کارش رو اگه کار نمیکرد نمیتونستم. یه نکته دیگه هم درباره ترکیب بریجسپم اینه که از ماجیک آرچر به عنوان سویچ کردن تاور استفاده کنین. وقتی میبینین عاجزی و نمیتونین حمله کنین، با ماجیک آرچر کارش رو تموم کنین و با گرفتن کارتا با ماجیک آرچر به تاورش میتونین دمیج بدین. و همین الان من با همین کار تونستم بازی رو به نفع خودم عوض کنم و بازی رو ببرم. پروفایل این حریفمون رو ما هم چک میکنیم، میبینیم که کاملا لیولش مکس بود و همچنین کارتاش هم مکس. و نکته جالبی که حریف داشت این بود که تا لیگ 10 رفته بود و علاوه لیگ 10,757 هم پوینت جمع کرده بود. اگه نمیدونیم پوینت چطوری به دست میاد، وقتی به لیگ 10 برسید و بعد از اون مثل کاپ بهتون از این پوینت ها میده، یعنی هر اتک وین کنین 27 تا 28 تا 29 تا از این کاپ ها بهتون میده و 12,000 تا هم وین داشتین. حریف عزیز، من که واقعا لذت بردم از این بازی و خیلی هم استرس کشیدم سر این بازی و واقعا خیلی حال کردم که تونستم یه همچین حریفی رو بزنم، اولین بارم بود. خب دوستان، به آخر ویدیو رسیدیم. اگه ویدیو رو دوست داشتین حتما لایک کنین، سابسکرایب کنین و زنگوله رو آن بذارین که از وقت ویدیو بذارم ویدیو براتون بیاد. یک کامنت هم بذارین بگیم چه ترکیبی دوست داریم براتون پلی بدم و تا ویدیوی دیگر فعلا خداحافظ.